السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، انشاءالله که همه شما جان و جور در امن خدا باشین. ویدیو امروز ما در مورد 7 واقعیت جالب درباره فرشتگان در اسلام است. عقیده به ملائکه دومین رکن از 6 ستون عقیده است. 5 مورد دیگر عبارتند از ایمان به خدا، کتابهایش، پیامبرانش، آخرین روز و جبر. بیشتر ما برخی از موارد راجع به فرشتگان می دانیم، مثل اینکه آنها از نور ساخته شده اند، آنها همیشه باید از خدا اطاعت کنند و 2 فرشته در سمت راست و چپ ما هستند که کارهای ما را یادداشت می کنند. در اینجا 7 واقعیت دیگر در مورد فرشتگان آورده شده است که ممکن است شما از آنها اطلاع نداشته باشید. اولین، ما 2 فرشته نگهبان داریم، یکی در جلو و دیگر در پشت و علاوه بر 2 فرشته که در سمت چپ و راست ماست. هر شخص دارایی 2 فرشته جانشین است که او از آسیب محافظت می کند، مگر اینکه آسیب از نظر خدای تعیین شود. قرآن کریم می فرماید برای هر شخص فرشتگان، یکی در جلو و دیگر در پشت او وجود دارد. آنها به فرمان الله از اونها محافظت می کند، که این در سوره الرعد آیه 11 است. مرد با حضرت علی ابن طالب علیه السلام گفتند که گروهی از قبیله مراد می خواستند که شما را بکشند. حضرت علی رضی الله عنه فرمیدند که با هر مرد 2 فرشته وجود دارد که او را از هر آنچی که مقرر نشده محافظت می کند. وقتی این فرمان می رسد، آنها کنار می کشند و بین او و آن دیگه چیز استاد نمی شود. دومین، فرشتگان برای ما دعا می کنند. آن فرشتگانی که عرش را حمل می کند و اطرافیان آن با ستایش پروردگارشان خدا را بزرگ می کنند و به او ایمان آورده و برای کسانی که ایمان آورده اند آمرزش می طلبند و می گویند پروردگارا، تو همه چیز را با رحمت فرا گرفته ای و با دانش خودت، بنابر این کسانی را که بکرده اند و راه شما را دنبال کرده اند ببخشید و آنها را از مناجات آتش جهنم محافظت کنه. این در سوره الاحزاب آیه 40 ذکر است. ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را به یاد بار و ستایش او را صبح و بعد از ظهر ستایش کنید. اوست که صلوات برکات خود را بر شما و فرشتگانش نیز می فرستد. از خداوند برای شما برکت و آمرزش می طلبند تا شما از ظلمت، کفر و شرک به نور ایمان و توحید اسلامی بکشاند و او نسبت به مؤمنان بسیار مهربان است. این ترجمه از قرآن از سوره المؤمن آیه 33 ذکر شده. سومین، بعضی از فرشتگان در جهان سفر می کند به دنبال مجالس ذکر الله. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند الله فرشتگان دارد که در بزرگ راه ها سفر می کنند و اهل ذکر را می جویند. وقتی مردم را در یاد خدا قادر متعال و جلا یافتند، یکی دیگر را صدا می زنند به آنچی گرسنه بیاید و آنها را با بالهایشان باز می کنند تا پایین ترین آسمان کشیده می شوند. پروردگارشان از آنها می پرسند و او که بهتر از آنها می داند از اول، باز هم الله می پرسد بندگان من چی می گوید؟ آنها می گویند آنها الله جان شما را بزرگ می نمایی می کنند، ستایش و تسبیح می کنند. الله جل جلاله می پرسد آیا آنها من را دیده اند؟ فرشتگان می فرمایند نه، به خدا آنها شما را ندیدند. الله جل جلاله می پرسد و اگر آنها من را ببینند چگونه خواهد بود؟ آنها می گویند آنها ستایش و پرستش خود حتی پرشورتر و فداکارتر خواهند بودند. الها بازم می پرسد آنها از من چی می خواهند؟ فرشتگان می گویند آنها از شما بهشت می خواهند. الله جل جلاله می پرسد و آیا آنها را بهشت را دیده اند؟ فرشتگان می گویند
نخیر و الله پروردگار آنها بهش را ندیدند. الله باز هم میپرسد و اگر آنها را ببینند چگونه خواهد بود؟ فرشتگان میگوید آنها حتی بیشتر مشتاق آن هستند و با جدی بیشتر از شما التماس میکنند. الله میپرسد و آنها از چی چیز محافظت من را میخواهد؟ فرشتگان میگوید از آتش جهنم. الله جل جلاله میپرسد آیا آنها آن را دیده اند؟ فرشتگان میگویند نه، به خدا قسم آنها را ندیده اند. الله میپرسد و اگر آنها را ببیند چگونه خواهد بود؟ فرشتگان میگوید آنها حتی برای فرار از آن ترس و استراب بیشتر خواهند داشت. خداوند میفرماید بنن شما شاهدان من هستید که آنها را بخشیده ام. یکی از فرشتگان میگوید فلانی کس واقعاً یکی از آنها نیست، او تنها به یک دلیل دیگر به این اجتماع آمد. خداوند جل جلاله میفرماید همه آنها در جمع بودند و یکی از آنها از بخشش من حزب نمی شود. این در حدیث در بخاری ثبت است. چهارمین، فرشتگان می توانند به شکل افراد درآیند. در قرآن و سنت نمونه های زیاد وجود دارد که فرشتگان به شکل انسان ظاهر می شده اند، مانند ملاقات فرشته جبرئیل علیه السلام با بی بی مریم به عنوان یک مرد، فرشتگان از پیامبر آن سال ابراهیم علیه السلام و لوط علیه السلام به شکل انسان دیدار می کردند. حدیث جبرئیل علیه السلام نیز نمونه دیگر هست که از فرشته جبرئیل علیه السلام خودش است که در مقابل حضرت محمد صلی الله علیه و سلام و اصحابش شکل انسان می گیرد. پنجمین، فرشتگان آسمان ها را پر می کنند. پیامبر مصطفی صلی الله علیه و سلام می فرماید شما آنچی را نمی بینید که من بینم و آنچی را نمی شنوید که من می شنوم. بهش در حال شکافتن است و باید شکاف بزند، زیرا در آن چهار فضای انگشت جای وجود ندارد، اما در آنجا فرشته قرار دارد که پیشانی خود را در سجده قرار می دهد. این حدیث در ترمذی ذکر شده. ششم، فرشتگان مانند ما در صفها نماز استاده می شوند. ملائکه می گویند در میان ما کسی نیست جز این که او مقام معلوم داشته باشد و راستی که ما فرشتگان برای نماز در صفها استاده ایم، همان طور که شما مسلمانان برای نمازهایتان در صف می استید. ما فرشتگان خدا را تسبیح و ستایش میکنیم و نماز میخوانیم. این در سوره الصافات آیه 166، 164 تا 166 ذکر شده. هفتم و آخرین واقعیت جالب که درباره فرشتگان در اسلام هست، فرشتگان بشارت بهش را به ما میدهند. در قرآن کریم سوره النحل در آیه 32 ترجمه است: هنگامی که فرشتگان روی کسان را که بیگناه هستند دریافت میکنند، میگویند سلام بر تو، عنوان پاداش آنچی انجام داده ای وارد بهش شوید. در دیگر سوره قرآن سوره الرعد آیه 23-24 ترجمه است: و فرشتگان از هر دروازه که به سوی آنها وارد می شوند و می گویند درود بر شما، برای صبر و استقامات در واقع خانه آخر عالی است. این بود هفت واقعیت جالب درباره فرشتگان در اسلام. انشاءالله که همه ما یک چیز نو یاد گرفته باشیم. اگر یاد گرفتین خوشتان آمد، از حسن نیتتان این ویدیو را با دیگران هم شریک شوین. انشاءالله با کار خیر ثواب. تا ویدیوی بعدی، روز خوش، وقت خوش، سلام علیکم.